در نهمین روز جشنواره فیلم فجر چهلم، سالن همایش‌های برج میلاد محل اکران دو فیلم درباره دفاع مقدس و رویای رسیدن به سینما بود. آثاری از کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری و علی حضرتی کارگردان فیلم اولی. شهرک ساخته علی حضرتی فرزند الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس اولین فیلمی بود که امروز در خانه اعصاب رسانه اکران شد. این فیلم درباره جوانی علاقه‌مند به بازیگری است که در تست یک پروژه سینمایی بزرگ شرکت می‌کند. بازیگرانی مثل ساعد سهیلی، مهتاب ثروتی، کاظم سیاحی، شاهرخ فروتنیان و رویا جاویدنیا در این اثر به نقش‌آفرینی پرداختند. ایفای نقش چند وجهی توسط ساعد سهیلی، تشبیه به آثار بزرگ سینما و البته از دست رفتن ایده خوب با یک کارگردانی ضعیف بخشی از آنچه بود که در نشست رسانه‌ای این فیلم مطرح شد. آقای حضرتی، فکر نمی‌کنید بهتر باشه جای سینما شغل پدر را ادامه دهید؟ عرض کنم که من کار سینما رو از پشت صحنه تئاتر و پشت صحنه سینما آغاز کردم و از قضا به صورت پاره وقت کار رسانه هم انجام دادم و از خودم رو از اهالی رسانه هم میدونم، ولی نه فکر نمی کنم. خب خیلی وقتی فیلمنامه رو خوندم دوچار تردید شدم، نه به خاطر اینکه قرار نقش سختی رو بازی کنم یا کاراکتر درونی با کمترین میزان واکنش، به این دلیل که چطور میشه این فیلم با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اما خدا رو شکر من با کارگردانه زیادی کار کردم. آقای علی حضرتی از اون کارگردان ها بود که کاملا مسلط بود به فیلم نامه و سوالایی که حتی فرای کاراکتر و فیلم میپرسیدم و در مورد نوید فلاحتی پاسخ داشت و این به من خیلی کمک میکرد. خط اولیه و لایه اولیه قصه طبعا در راستای قصه که بازیگری یکی میخواد وارد نقشی بشه در پشت صحنه یک فیلم سینمایی بزرگ، اما از جایی به بعد مخاطب خودش همراه با نوید فلاحتی حس میکنه چیزی فراتر از چیزی که داره میبینه داره اتفاق میفته، حسی غلیظتر، حسی عمیق‌تر، یادآور زندگی خودمون فارغ از شغلمونه. این یادآوری یا این مشابهت سازی با زندگی حقیقی خودمون شاید اون حسی که خانم اشاره میکنه رو به ذهن متبادر کنه. فیلم 28-88 ساخته کیوان علی محمدی و علی اکبر حیدری دومین فیلمی بود که امروز در خانه اعصاب رسانه روی پرده رفت. فیلم درباره پایگاه راداری و پدافندی سوباشیه که در دوران دفاع مقدس 157 بار توسط جنگنده های عراقی مورد هدف قرار گرفت. فیلم درباره عملیات هایی است که طی 8 سال دفاع مقدس انجام شده و فرم روایت متفاوتی نسبت به آنچه تا کنون در سینمای دفاع مقدس دیده ایم داره. کارگردانان فیلم معتقدند که فیلم 28-88 به بخشی از دفاع مقدس پرداخته که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته. فیلم بازیگران شناخته شده ای داره که البته بخشی از آنها در خود فیلم حاضر نیستند بلکه به صدا پیشگی پرداختند. فضای نشست رسانه‌ای فیلم 28-88 با آنچه تا کنون برگزار شده بود بسیار متفاوت بود. ای کاش شما اینجا بودید و این ردیف اول رو می‌دیدید که من مو بر تنم سیخه که چجوری اصلا میشه امروز حرف زد. یعنی شما نمی‌دونید این یلانی که این جلو نشستند، واقعا نمی‌دونم چی بگم. از تیمسار رستمی، اصلا هر جا نمی‌دونم، تیمسار نمکی، تیمسار زهر نجات، وای خدای من. محمد اسکندری رو بچه ها اینجا داریم، پدر ایشون تیمسار اسکندری سپهسالار آسمان ایران. و کابینقا به تیمسار اسکندری که خودشون معلم خلبانی که نوابق جنگ، ولی همیشه افتخار کردن که کابینقا به تیمسار اسکندری، تیمسار زمانی رو دارم در موردشون صحبت میکنم. تیمسار کاظمیان، کابینقا به شهید عباس دوران که 10 سال اسارت
من بذارید دیگه ای اس نبرم چون جام تیمسار پیروان شکارچی F4 F14 اصلا تیمسار نمکی خدای من نمیدونم چی بگم. اجازه بدید دیگه اس نبرم چون تیمسار زرابیرم که خب دیگه میدونیم و تیمسار زاره نجات رو عرض کردم، تیمسار عتیقه چی. امیدوارم عشقی که ما به تو فیلم 2888 به این قهرمان ها داشتیم، امیدوارم تونسته باشیم این عشقمون رو منعکس کرده باشیم. وچی رو میخواستیم در موردی صحبت کنیم که به نظر من تقریبا هیچ وقت در موردی صحبت نشده، یعنی نه اینکه هیچ صحبتی نشده، اصلا هیچ حرفی در موردش نیست. ما روز اولی که ایده رو یعنی پیدا کردیم، اون جرقه یه مصاحبه ای دیدیم که تیمسار رستمی در اصل توش صحبت کردن درباره یک فایتر کنترلری که وقتی که ایشون پای دستگاه بودن، خلبانی که بالا بود خیالش راحت بود در مورد بیژن آسه، و ما این جرقه بود در مورد چیه دقیقا، یعنی اون اتاقی که یه نفری توی تاریکی نشسته و داره آسمون رو رصد میکنه. این خیلی برای ما جذاب بود و اون موقع حتی نمیدونستیم که تاریکه. مثل همه گوگل کردیم و دیدیم که این شغل اصلا آقای بیژن آسم که هیچ، اصلا شغلش توی گوگل هم وجود نداره، شما میتونید برید گوگل بکنید، البته بعد از این احتمالاً هستش. بعدش دیگه رفتیم توی تحقیقاتی که فکر کنم 2 سال طول کشید و فکر کردیم این بهترین نقطه ایه که میشه به جنگ تحمیلی پرداخت، یعنی چیزی که هیچ وقت دیده نشده، هیچ وقت آمده شنیده نشده، یه قهرمانایی که اعجاب انگیزن. اصلا ما در بحث نیروی هوایی اومدیم طراحی کردیم نگهبانی از آسمان ایران توسط پروازهای کپ که میبینید مثلا در سکانس کریم رفاهی، سکانسی که یدالله خلیلی به عنوان تاپ کاور تو آسمونه، و یا سکانسی که حسین خلعتبری 2 ساعت بعد از سال تحویل شهید میشه، پروازهای SM، پروازی که هواپیمای F4 تا دورترین نقطه خاک عراق رو میرفت و میزد، یا هواپیماهای F5 که اگر نبودن، اگر این دلاوران پایگاه دسپول نبودن، الان خوزستانی نبود، اگر منوچهر محققی نبود با 186 تا پرواز ایران نبود، اگر محمود اسکندری نبود ایران نبود، اگر عباس دوران نبود ایران نبود. من 6 فیلمم رو ساختم، جلسات اینجوری رو باش این 6 میشه. هیچ موقع جلسه مطبوعاتی برای من به این بد نگذشته، الان دارم اینجا میمیرم، اصلا حالم خوب نیستش، به دلیل اینکه این 3 سالی که این تیم سختی کشید برای اینکه امروز محمد اسکندری رو من اینجا ببینم. حتی همین پسر، من میدونه چند بار بهش زنگ زدم که عکسای پدرش رو ازش بگیرم، حتی اول محمد هم منو تحویل نمیگرفت، ولی یه روزی به من اعتماد کرد و عکسای پدرش رو در اختیار ما گذاشت. این فیلم در مورد اینو حرف زد. ازتون خواهش میکنم هر سوال دیگه دارید ابقیه بجا بپرسیدون، خواهش ازتون میکنم منو وارد بازیتون نکنید، خواهش میکنم بقیه بچه ها سوال. و اگر اجازه بدید من چون حالم خوب نیست میخوام برم. دو روز تا پایان 40th دوره جشنواره فیلم فجر باقی مانده و 4 اثر هنوز اکران نشدند. همه منتظرند ببینن سیمرغ‌های این دوره از جشنواره به کدام آثار تعلق میگیره و آیا حدس‌ها به واقعیت تبدیل میشه یا نه.